جام و جان با دکتر محمد نواب. با درود و سپاس از اینکه با ما هستید، ما را انتخاب کردید از میان هزاران برنامه جالبی که ممنون از رایان کیهان عزیز، گرامی هم ماکان جلالی، علی سروش، افشین نگان امیر مدنی و سرکار خانم دکتر عباسی توفیق که سال هاست ببینیم شب و روزشون میذارن تو این برنامه ها که مفیدتر و سودمندتر باشه، و خود داریوش جان گل که با ایجاد این بنیاد آموزشی این امکان رو میده ما در خدمتتون باشیم. در خدمت جناب دکتر محمد باقری هستیم که احتیاج معرفی ندارن و سال هاست که با گفتارهای بسیار ارزنده شون دنیاهای جدیدی رو برای ما باز کردن که چجوری بهتر فکر کنیم، کمتر اذیت بشیم در زندگی. و امروز برای ما راجع به رویکرد علمی به اخلاق صحبت میکنم. یک دنیا متشکر جناب دکتر. خواهش میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز این برنامه. تشکر میکنم از جناب دکتر که به من این امکان رو میدن که در خدمت شما عزیزان باشم و در سطحی بالاتر از بنیاد آینه که امکان تولید این برنامه ها رو، این برنامه های آموزشی رو فراهم میکنن. ما هفته گذشته اگه به بحث ما گوش کرده باشید درباره اخلاق صحبت کردیم و تمایز بین مورالیتی و اتیکس رو گفتیم و گفتیم از چند جهت میتونیم بین این دوتا مفهوم که در زبان انگلیسی با هم فرق دارن ولی در فارسی معمولا از کلمه اخلاق برای هر دوتا استفاده میشه، به فرقای اینها توجه کردیم و به این نکته توجه کردیم که اخلاقیات وقتی ازشون صحبت میکنیم که با عنوان انگلیسی مورالیتی، اینها فلکسیبیلیتی دارن، انعطاف پذیری دارن و میشه با توجه به موقعیت و شرایط، چه بسا کاری اخلاقی باشه کار دیگری اخلاقی نباشه، و اینکه نمیتونیم یه اصل کلی آنگونه که ایمانوئل کانت در اخلاقش میگه یک اصل کلی رو بگیریم و به همه شرایط در همه موقعیت ها اون رو استفاده بکنیم که با اشکالاتی همراه خواهد بود، و نقدهایی که بر اخلاق کانت شده دست روی همین نقطه گذاشتن، گفتن این که میگی یک اصل اخلاقی رو ما بپذیریم و اینو در همه موقعیت ها و شرایط به کار ببریم گاهی توأم با گرفتاری هایی خواهد بود. مثال هایی زدیم که گاهی مجبور انسان حتی دروغ بگه و دروغگویی چه بسا میتونه یک کار غیر اخلاقی نباشه. ببینید اخلاقی رفتار کردن در تعریف گفته میشه یعنی مواجهه با این پرسش که چه کاری درسته، چه کاری باید انجام بدیم و چه کاری نباید انجام بدیم. خب پس با بایدها و نبایدها سر و کار داریم. خب کسی که میخواد تصمیم بگیره، میخوایم بیایم مثلا از دیدگاه تفکر نقادانه یا کریتیکال تینکینگ به موضوع وارد شیم، از دیدگاه عقلانیت به موضوع وارد شیم، چه بسا کاری تصمیمی عقلانی نباشه، در یه شرایطی در یه شرایط دیگری عقلانی باشه. همونطور که استیون پینکر میگه که رشنالیتی یا عقلانیت یک موضوع پیچیده هستش و باید همواره وضعیت و موقعیت ها رو رصد کرد، سنجید و بر اساس اونها عمل کرد. وقتی صحبت از اخلاق میکنیم یعنی بحث بایدها و نبایدها، چه کاری غلط و نادرسته، چه کاری درسته. خب اینجا سوال پیش میاد، خب چه کسی، چه مرجعی باید به ما بگه که چه کاری اخلاقی و درست هست و چه کاری نادرست؟ برای بعضی از افراد دین و مذهب این مسئله رو روشن میکنه. یعنی افرادی هستن که میگن ما به آموزه‌های دینی خودمون مراجعه میکنیم، اونجایی که دین ما مسئله رو اجازه داده ما میتونیم انجام بدیم، اوکی هست، انجامش میدیم. اونجایی هم که دین اجازه نداده ما اون رو مجاز نیستیم که انجام بدیم. لیندا الدر و ریچارد پال در کتاب اتیکال ریزنینگ به این موضوع پرداختن. میگن که اخلاق رو، اخلاق از دیدگاه تفکر نقادانه رو باید جدا کنیم از سه تا در واقع حوزه دیگر. این سه تا حوزه، یکی دین هست، اونا بحث میکنن میگن که گاهی
کاری رو شما ممکنه انجام بدید که دین اجازه میده ولی غیر اخلاقیه. باید به این مسئله توجه کنید. بعد یکیش آداب و رسوم هست. بعضی از افراد میگن ما نگاه میکنیم به سنت‌های خودمون. چیزی که عرف جامعه ما، آداب و رسوم ما اجازه میده، that's okay، ما انجامش میدیم. و چیزی که عرف نمیپسنده ما اون رو انجام نمیدیم. میرن به سمت عرف. باز اینجا پال و الدر میگن که نه، نمیتونید چه بسا کاری رو در عرف شما به پذیرفتنی باشه، کار موجهی باشه، ولی دوباره با در واقع استانداردهای اخلاقی غیر اخلاقی باشه. که حالا برای اینها مثال هم میزنن، میتونم در هفته های آینده بهش بپردازم. من میخوام وارد بحث اخلاق از دیدگاه علمی ساینتیفیک بشم در این جلسه. اینو دارم به عنوان مقدمه خدمتون عرض میکنم. حوزه دیگه سومی که پال و الدر در کتاب اتیکال ریزنینگ میگن نمیتونید اخلاق رو بر اساس اون حوزه تعریف بکنید، در کنار اول دین، دوم آداب و رسوم، میان میگن که ما نمیتونیم بگیم که یک کاری لزوماً اخلاقیه یا اخلاقی نیست بر اساس قانون. چه بسا کاری قانونی باشه، از نظر قانون اشکالی نداره، دادگاهی برای شما تشکیل نخواهد شد، ولی یک کار غیر اخلاقیه. پس نه قانون، نه عرف و نه دین، این ستا رو نمیتونید مبنای تصمیم گیری های اخلاقی بدانید. اینو داشته باشیم. از یه طرف بیشتر وقتی صحبت از اخلاق میشه، خیلی ها مسئله اخلاق رو یک مسئله فلسفی میدونن، میگن که با علم هیچ مناسبتی نداره. شما در پوزیتیویسم منطقی حلقه وین وقتی که بحث میکنن، دشمنان متافیزیک بودن دیگه به تعبیر خودشون، اینها میگفتن هر چیزی که با ادراکات حسی نتونیم ادراکش بکنیم از حوزه علم خارجه. خب مسئله اخلاق در کنار هنر، در کنار الهیات، در کنار فلسفه، اینها همه از قلمرو علم خارج میشد برای اونها. پس روی کرده پوزیتیویزم نمیتونه اخلاق رو توجیه بکنه، به خاطر اینکه اصول اخلاقی قابل ادراک حسی نیستن. ولی جوابی که باید به پوزیتیویست ها داد اینه که انسان، فرقش با حیوان در اینه که انسان میخواد به فضیلت هایی دست پیدا بکنه، میخواد دنیا رو در چارچوب آنچه که هست فقط نبینه، میخواد دنیای بهتری برای خودش ایجاد بکنه. و این تمدنی که بشر برای خودش ساخته نتیجه این رویکرد انسانی هست. پس اخلاق رو باید ما داشته باشیم. یه رویکردی، خب در علم اخلاق رو در کنار الهیات و فلسفه، هنر، اینها خارج از، یعنی میبره در حوزه متافیزیک قرار میده و میگه که اینها رو نمیشه با ادراکات حسی ادراک کرد، پس در قلمرو علم نیستند. امروزه و خیلی ها اخلاق رو مسئله صرفا فلسفی میدونن. من میخوام شما رو آشنا کنم با کسی که میاد میگه نه، اخلاق رو هم میشه با رویکرد علمی دنبال کرد. و اون فرد سم هریس هست. سم هریس چی میگه؟ میگه ما قبول داریم که اون در واقع اصول اخلاقی نمیشه، قابل اندازه‌گیری نیستن. چون علم، وقتی صحبت از علم میکنیم یعنی سنجش پذیری، باید بتونیم اندازش بگیریم، تعریفش بکنیم، اندازه‌گیریش کنیم اینها، و در همه شرایط یکسان بشه اون رو اندازه‌گیری کرد. میگه که سم هریس میگه درسته که ما مقوله اخلاق انتزاعیه و سلیقه‌ای در واقع نیست، اخلاق عینی و ابجکتیو هست و ما نمیتونیم به سادگی به خود اخلاق یک رویکرد علمی داشته باشیم. میاد میگه که نه، اتفاقا با یک در واقع رویکرد به خصوصی ما میتونیم نگاه علمی به مسئله اخلاق داشته باشیم. قبول داره، میگه من میدونم ارزش‌های اخلاقی در جوامع مختلف، در فرهنگ‌های مختلف با هم فرق دارن و در جوامع مختلف پاسخ‌های متفاوتی به سوالات اخلاقی داده میشه و خیلی‌ها همین رو در واقع مبنای قرار میدن که بگن اخلاق رو نمیشه در حوزه علم
وارد کرد. چون همونطور که عرض کردم چیزی در حوزه علم قرار میگیره که سنجش پذیر باشه و اینها میگن که ارزش‌های اخلاقی در واقع اون مورالیتی والیوز اینها در حوزه در علم قرار نمیگیرن به دلیل اینکه سنجش پذیر نیستن. سم هریس میاد میگه هر چند ارزش‌های اخلاقی سنجش ناپذیرند، اینو خب قبول داره، ولی تأثیراتی که بر انسان‌ها میگذارند و بر زیست دیگران اون تأثیری که میگذاره اون قابل اندازه‌گیریه، اون قابل سنجشه و ما از روی تأثیراتی که میگذاره میتونیم به اون ارزش اخلاقی نمره بدیم، یعنی این رو مورد سنجش قرار بدیم. پس کسانی که میگن اخلاق مقوله‌ای فلسفیه، از حوزه علم خارجه، ما نمیتونیم روی کرده علمی داشته باشیم به مسئله اخلاق چون ارزش‌های اخلاقی غیر قابل سنجش هستند، سم هریس میاد میگه که نه، من قبول دارم که ارزش‌های اخلاقی رو نمیشه مورد سنجش و اندازه‌گیری قرار داد، اما تأثیری که بر دیگر انسان‌ها و بر زیست دیگران می‌گذاره اون تأثیرات رو میشه اندازه‌گیری کرد و اون در واقع کارهایی که به well-being دیگران، حالا از کلمه well-being استفاده می‌کنه، بعضیا میگن بگیم بهزیستی دیگران در فارسی، تأثیری که بر well-being دیگران، بهزیستی دیگران می‌گذاره اونو میشه اندازه‌گیری کرد و از اینجا ما بیایم و مسئله رو علمی ببینیم. ببینید مسئله well-being یا بهزیستی در فارسی در علوم مختلف از جمله مغز و اعصاب، روانشناسی، جامعه شناسی، این علوم مسئله well-being رو قابل اندازه‌گیری و سنجش میدونن، خب دارن مورد سنجش قرار میدن. پس بهزیستی یا well-being با ارزش‌های اخلاقی چیه؟ نسبت مستقیم داره، رابطه مستقیم داره. پس اگر این در واقع ارزش‌های اخلاقی یک تأثیراتی رو از خود به جای می‌گذارند و ما نمیتونیم این ارزش‌های اخلاقی رو اندازه‌گیری کنیم، از طریق اندازه‌گیری تأثیراتش ما میتونیم به هر نتیجه‌ای که میرسیم این رو تعمیم بدیم به اون ارزش‌های اخلاقی. این روشی هست که سم هریس پیشنهاد میکنه تا ما بتونیم یه راهی پیدا بکنیم تا ارزش‌های اخلاقی رو چکار بکنیم، به شکل علمی ببینیم و مورد سنجش قرار بدیم و نگیم که ارزش‌های اخلاقی مسئله غیر علمی هست. چرا؟ چون غیر قابل سنجش به شیوه‌های علمی هست. میگه اون ارزش‌هایی که well-being افراد یک جامعه رو بهتر می‌کنند ارزشمندند و اون ارزش‌های اخلاقی که well-being یک جامعه رو خراب می‌کنند اونها غیر اخلاقی باشن. از این جهت میتونیم به این، حالا نقدهایم البته وارد کردن، مثلا بعضی ها گفتن که خود کلمه well-being یا اون چیزی که در فارسی بعضی ها بهزیستی براش ترجمه میکنن، مثلا اون خودش تعریف ثابتی نداره و درست هم میگن در طول زمان معنای well-being عوض میشه، ولی خب جواب میده سم هریس به همه این نقدها، جوابای خوبی هم میده. میگه مثلا شما ببینید مسئله سلامت یا health که در رشته پزشکی دنبال میشه، مگر مسئله سلامت یک مفهوم ثابت هست در طول زمان؟ هرگز این گونه نیست. شاید یک زمانی علم اینقدر پیشرفت بکنه که یک فردی که 100 سالشه اگه نتونه در 2 ماراتون شرکت بکنه بگن که این از نظر well-being، از نظر health مثلا مشکل داره. میدونید بر اساس پیشرفت هایی که در حوزه پزشکی میشه اون مسئله سلامت هر روز باز تعریف میشه، تعریف عوض میشه. سم هریس میگه همونطور که اونجا مفهوم سلامت تغییر میکنه در طول زمان، مفهوم well-being هم تغییر میکنه. من قبول دارم یک مفهوم ثابت نیست، ولی همچنان میتوان همونطور که مفهوم سلامت جسمانی در گذر زمان و با پیشرفت علم دچار تحول میشه، به همین ترتیب مفهوم بهزیستی که با اخلاق تناسب داره در رابطه مستقیم قرار میگیره، این هم میتونه تغییر بکنه و این هیچ اشکالی رو ایجاد نمیکنه. سلامت
با رشته پزشکی در واقع ارتباط برقرار میکنه و ویل بیینگ یا بهزیستی افراد جامعه با مسئله اخلاق. پس میشه این دوتا رو به این شکل دید و اینکه این یک مفهومی هست که در گذر زمان باز تعریف، مگه مثلا تعریف سواد، سواد آموزی در طول دوره های مختلف عوض نشد؟ یه روزی میگفتن با سواد کسی که سواد خواندن و نوشتن داره، بعدن گفتن نه، با سواد کسی که زبان دومی رو، زبان انگلیسی حتی بلد باشه، بعدن گفتن با سواد کسی که میتونه با کامپیوتر کار بکنه. آخرین تعریفی که از با سوادی دارن ارائه میکنن میگن که کسی با سواد هست که میتونه از طریق آموختهاش، از طریق دانشی که کسب کرده، یک تغییری رو در دنیا ایجاد بکنه. ببینید تعریف چقدر قشنگ نسبت به اون تعریف اولیه که یه زمانی میگفتن کسی که سواد خواندن و نوشتن داره این با سواده. ببینید این مفاهیم در ثابت نیستن، در طول زمان تغییر میکنن. یعنی مفهوم باسوادی شما میبینید، مفهوم سلامت رو مثال زدیم و مفهوم ویل بینگ هم همینطوره. پس اگر در طول زمان تغییر میکنه، این نباید بهانه‌ای برای ما باشه که بگیم که نه، این یک کانسپت غیر علمیه و ما نمیتونیم این رو مورد سنجش قرار بدیم. یه نقد دیگری هم که وارد کردن، گفتن که قواعد اخلاقی استثناء دارن، اما اگر دارن، خب خودمون صحبت کردیم دیگه، گفتیم بحث مورالیتی و فلکسیبیلیتی، اون انعطاف پذیری که باید با توجه به شرایط تصمیم بگیریم، یک عملی در یک موقعیتی اخلاقی هست، در موقعیتی دیگر اخلاقی نیست. اینا همین آرگومنت رو گرفتن و همین رو دلیلی گرفتن که پس نمیتونیم اخلاق رو موضوعی علمی بدانیم. و اینکه هریس اینجا هم میاد جواب میده، میگه که اینکه قوانین هم بر حسب شرایط استثناء داشته باشن، این به این معنا نیست. میگه که حتی در پزشکی هم همینطوره، تصمیم گیری های پزشکی هم این اما و اگر ها رو داره. در همه موقعیت ها پزشک یک تصمیم واحد نمیگیره، با توجه به شرایط تصمیم میگیره و اینها رو دلیلی بر این میدونه که پس اخلاق رو میشه بهش نگاه علمی داشت. پس جنبندی بحث امروز ما چی شد؟ این شد که کسانی مثل سم هریس اومدن مسئله اخلاق رو که دیگران بیشتر موضوعی فلسفی میدونن، این رو میگن میتونیم یک روی کرده علمی بهش داشته باشیم. هرچند ارزش‌های اخلاقی غیر قابل سنجش و اندازه‌گیری هستند، ولی این ارزش‌های اخلاقی، این رفتارهایی که ما داریم، یک تأثیری بر ویل‌بینگ دیگران میذاره، بر بهزیستی دیگران میذاره، که از روی اندازه‌گیری اون تأثیرات ما میتونیم به این ارزش‌های اخلاقی نمره بدیم، اینا رو مورد سنجش قرار بدیم. و از این جهت یک رویکرد علمی به مسئله اخلاق میاد و ایجاد میشه. نمیدونم چقدر زمان داشته باشیم. تمومش. بله، دو سه دقیقه دیگه وقت داریم. بله، خب پس یه جنبندی داشته باشیم از بحث امروزمون. مسئله اخلاق چرا مطرح میشه؟ بحث بایدها و نبایدهاست و اینکه انسان میخواد به قول معروف بیاد و دنیایی که وجود خارجی نداره اون رو ایجاد بکنه، در چارچوب غریزه زندگی نکنه مانند حیوانات. و از همینجا میتونه مبحث اخلاق بیاد وارد بشه. و گفتیم که اخلاق مبحث بایدها و نبایدهاست و همواره با این پرسش انسان رو مواجه میکنه که چه کاری خیره، چه کاری میشه اون رو انجام داد و چه کاری شره و نباید اون رو انجام داد. اشاره داشتم به اینکه لیندا الدر و ریچارد پال میگن که مراقب باشید، مبحث اخلاق رو با اون ستای دیگه با هم قاطی نکنید. ما یکی دین رو مورد توجه قرار میدن، یکی عرف رو و یکی قانون رو. میگن چه بسا کاری قانونی باشه ولی اخلاقی نباشه. اخلاق حوزه خودش رو داره و باید مناسبت‌های خودش رو داشته باشه و در چارچوب اخلاق وقتی میخوایم بحث کنیم نمیتونیم با تمسک با قانون به سوالات اخلاقی جواب بدیم. اخلاق رو باید با پرسش‌های اخلاقی رو باید بر اساس موازین اخلاقی و با در نظر گرفتن عقلانیت، رشنالیتی
جواب بدیم. پال و الدر میگن که برای این مراجعه به این که خب حالا قبول میکنیم که انسان میخواد چیزی که هست رو قبول نداره، میخواد چیزی که باید باشه رو ایجاد بکنه، ما این دستورات اخلاقیمون رو از کجا بگیریم؟ میگه که شما نمیتونی به عرف تکیه بکنی، به سنت ها، به اون روال معمول در جامعه، بگی من نگاه میکنم ببینم چه چیزی در جامعه عرف هست، عرف جامعه اونو میپذیره و من بر اساس همون رفتار میکنم. میگه که نه، اینجا هم یک اشکالی وجود داره، چه بسا یک کاری در یک جامعه عرف باشه ولی غیر اخلاقی باشه. مثلا در جامعه افغانستان این یک مسئله در عرفشون وجود داره که کودک رو در سنین خیلی کم، شاید در سن یک سالگی میفروشن، دختر رو البته میفروشن، و وقتی که به سن مثلا بلوغ رسید اون رو در اختیار مردی قرار میدن که این رو پولش رو داده و خریداری کرده به نوعی. خب این کار ممکنه در یک عرفی، در یک جامعه قابل قبول باشه، ولی باید دید که آیا اخلاق چنین چیزی رو اجازه میده یا نه. پس اخلاق مناسبت‌های خاص خودش رو داره، نمیتونیم با قانون دستورات اخلاقیمون رو بگیریم، نمیتونیم با مراجعه با عرف و نه با مراجعه به دستورات دینی، به خصوص اینکه دستورات دینی تحت تاثیر در دوره‌های مختلف تحت تاثیر در واقع کسانی هست که خودشون رو مدعی میدونن، روحانی میدونن، چه میدونم متولی امر دین میدونن، مبلغان دینی هستن و اینها دائما دستورات اخلاقی رو تغییر میدن و شاید اصلا اون چیزی هم که میگن نشأت گرفته از اصل دین هم نباشه. از این جهت برای اینکه ما ببینیم دستورات اخلاقیمون رو از کجا باید بگیریم، ما نمیتوانیم بر اساس کتاب لیندا الدر و ریچارد پال اتیکال ریزنینگ، میگن که ما دستورات اخلاقیمون رو نمیتونیم از دین بگیریم، این اشکالاتو داره، نمیتونیم از عرف بگیریم و نه از قانون، و میگن که حوزه اخلاق حوزه‌ای هست که باید بر اساس عقلانیت، بر اساس خردمندی اصولش تدوین بشه و اینکه بر اساس چه تأثیری، بر اساس آنچه که حالا سم هریس میگه در بحث اخلاق و علمی بودن، میگه که ببینید که چه تأثیری بر دیگران میگذاره. خیلی تشکر میکنم جناب دکتر نواب گرامی. بسیار سپاسگزارم. منتظر گفتارهای بعدی. راه انجام ما رو میبره پیام ها و بر بگردید. شما بیننده آینه هستید. خب دوستان، امیدوارم که این صحبت های خوب آقای دکتر باقری کمک کنه به ما در این دنیای پیچیده ذهن و مایند بتونیم از پس مشکلات روزمره، مشکلات داخلی خارجی درونی خودمون و اونایی که محیط به ما میده خوب بر بیاییم. شنیدی که از صبح که بلند میشیم محرک، تریگر وجود داره، ایموشن ایجاد میکنه، احساس ایجاد میکنه، شروع میکنیم بهش فکر میکنیم، بعد اون فکر خودش یک احساس جدید ایجاد میکنه، بعد میگیم چیکار کنیم راجبش، میریم سراغ باورها، ارزشها، تابوها، عادتها، این چهار تا خیلی مهمه و سبک سنگین میکنیم و اینجاست که تفکر مهم میشه که چجوری ما از این باورامون، ارزشامون استفاده کنیم که به صلاح روز و اون مسئله باشه و میریم جلو و یه تصمیم میگیریم یا عملی انجام میدیم یا نمیدیم. بنابراین با کمک کردن به تنمون، به روانمون، به ذهنمون، به فکرمون، به مغزمون سعی میکنیم کمتر اذیت بشیم. مغز میگن در بیشتر از 99% ماها مغز عالیه، عالی، یک در 10,000، یک در 100,000 اشکال داره مغز. ذهنه که در بیشتر از 99% ماها خسته است. پس ببینید مغز در تقریباً در همه ما خوبه، ذهن تقریباً در همه ما خسته است. خسته ذهنیم، پراکنده فکری. همیشه من میگم 10,000 تا 30,000 تا 40,000 خوب زندگی میکردیم. قدر خودمون میدرسیم، قدر ایران و قدر سیستممون میدرسیم و خوبه. بعد گیجمون کردن و عقلانیت رو گذاشتیم کنار
با احساسات رفتیم جلو، چون ایران خیلی مهمه دیگه، ایران خیلی مهمه. شرق میخواد ایران داشته باشه، غرب میخواد ایران داشته باشه. نمیخوان ما خیلی قوی باشیم که تصمیم گیری بکنیم در مورد اقتصادمون و صلاح دید منطقه و غیر و غیر. اینه که اذیتمون کردن، احساساتی شدیم و کار دست خودمون. حالا خوشبختانه جوانامون مخصوصا با کمک اطلاعاتی که از همه جا میرسه دارند بهتر فکر میکنن، بهتر تصمیم میگیرن، بهتر میکنن. ایران درست خواهد شد، شک نداریم که ایران بهتر خواهد شد و در تماس با جهان خواهد بود. اتفاق خوبی داره میفته، شنیدید. نریم تو اخبار و گزارش های منفی، کاری نداشته باشیم، بپردازیم به چیزایی که به مغز و ذهنمون کمک میکنه. کمک میگیریم از بزرگانی مثل آقای دکتر مالک که متخصصان اون هستن و فوق تخصص مایکرو سرجری دارن، جراحی میکروسکوپی. خانم دکتر بدنی که متخصص اطفال، رئیس آی سی یو لانگ بیچ بودن، بعد فوق تخصص ایمیونیتی و الرژی رو گرفتند. از دوستان دیگه دکتر میربولکی کمک گرفتیم و میگیریم، دکتر بابک یکتا و دانشجوامون هم از بهترین جورنال های آمریکا و اروپا نیونگان جورنال رو میرسیم، از اروپا لنست. اینها گزارش های اخیر رو میگیرن، ساده میکنن، مختصر مفید میکنن و به اطلاع شما میرسن. با هم گوش میکنیم. ولی الان اگر مادری فقط تستش مثبت بشه برای ماروانا، این کار رو نمی کنن دیگه، چون ثابت شه که ماروانا هیچ اثری روی ایجاد ناهنجاری های فیزیکال نداره، ناهنجاری های جسمی نداره. به علت ماروانا بچه یه انگشتش کم نمیشه یا یه انگشتش اضافه بشه یا مثلا گردنش کج بشه، ناراحتی های اینجوری به فرم بینیش عوض بشه، فرم دهنش عوض بشه، اینا نیست. در ماه اول حاملگی اگه استفاده بشه احتمال ناهنجاری ها بیشتر میشه. کدوم ناهنجاری ها؟ ناهنجاری های روانی و عصبی. و چون گفتم که اینا با مواد دیگه هم گاهی مشترکاً مصرف میشه، ممکنه اون مواد دیگه ناهنجاری های مادرزادی در بچه ایجاد بکنه. این مادران معمولاً آهنشون و ویتامینشون و اسید فولیکی که لازمه در دوره بارداری استفاده کنن استفاده نمیکنن. بی خیال استفاده نکردن از فولیک اسید ممکنه اختلالات نورال تیوب دیفکت ایجاد بکنه، یعنی در سیستم مجرای عصبی که بیشتر از همه هم در ستون فقراته که نخاع از توش عبور میکنه، در اینجا یه اختلالات ایجاد بکنه و این نخاع و پرده هاش بیان بیرون از اون قسمت. این رو بعدا حضورتون نشون میدم. احتماله اینه که بچه مرده به دنیا بیاد کمی بیشتر میشه در اونایی که ابیوز میکنن با خصوص. ببینید این یه رشد بچه‌ایه که در طول دوران بارداری رشد میکنه و بزرگ میشه و ما میتونیم اینو کنترل بکنیم. به چه صورت؟ در دوران بارداری در هفته 10 تا 12 ما اگر یه آلتراساوند بکنیم اینجا یه تیکه خالی ببینیم بین پوست و مهره گردن، به این میگن نوکال ترانسلوسنسی. این ممکنه نشونه ای باشه از بیماری ترایسومی 21 که همون بیماری داون سیندرومه. اینجا به نظرتون یه مطلب رو برسونم و اون اینه که اسکرینینگ تست یعنی اینکه ما تست میکنیم ببینیم آیا احتمال بیماری وجود داره یا نه. دیاگنوستیک تست اینه که میریم تست میکنیم ببینیم واقعا این بیماری وجود داره یا نه. این اسکرینینگ تست دیاگنوستیک نیست. هر کی اینو داره
دان سیندروم نداره، ولی توی دان سیندرومی ها این دیده میشه. خب چه کار میکنی؟ بچه 10-12 هفتش، مایه آمنیوتیکی که به اون صورت دورش نیست که ما بتونیم از اون نمونه بگیریم. میایم میریم اگه جفت در جلو باشه، میریم از جفت یه نمونه کوچیک میگیریم، به اندازه 7-8-10 تا سلول یا مثلا 20 تا سلول. آسیب به بچه و حاملگی نمیرسونه. اگر در جلو باشه، در طرف جلوی بدن مادر باشه، با یه سرنگ از اینجا میریم و این رو تست میکنیم، یه ذره میکشیم بیرون، اینو میدیم به آزمایشگاه. چرا؟ چون جفت از همون سلولی درست میشه که جنین درست میشه، یعنی از سلول، از یاخته بارور شده درست میشه و این درست همون کروموزومایی رو داره که بچه داره. و این رو کشت میدن و نگاه میکنن، کاریوتایپ میگیرن ببینن کروموزومایش ایبی داره یا نه، از جمله کروموزوم 21 آیا 3 تاست یا همون 2 تا. اگه جفت پشت باشه، اون وقت از راه واجین، از راه گردن رحم باید بریم از جفت یه نمونه بگیریم. اینم کار نسبتاً بی خطری. و ما جوابمون رو میگیریم در همون مراحل اولیه حاملگی، 10-12 هفته. من باید اسلایدمو عوض بکنم. خیلی میبخشید این اسلاید نمیبره جلو. حالا من استاپ شیر میکنم، برمیگردم. امیدوارم این دفعه ببره چلو. ناخر متاسفانه نمیبره چلو. بلو. من همینجا میرم. اسلاید بزرگ نشون نمیدم. در هفته حدود 16 هم ما یه تستی هست که 4 ماده رو در خون مادر اندازه میگیریم. MSAFP، Maternal Serum، AFP، Beta-HCG، Estriol و Inhibin. این از بیشتر از ریه بچه ترشح میشه، میره توی مایع آمنیوتیک جذب میشه و تو خون مادر میبینیم. این هورمونایی است که از جفت میاد. این هورمون استریوله که این هم از جفت میاد. استروژن 3 عامل الکلیه و این اینهیبین از تخمدان میاد. در بیماری ترایزومی 18 که کروموزوم 18 ستاست، MSAP پایین میاد، بیتا HCG پایین میاد، استریول پایین میاد، ولی این هیوی نرماله. در ترایسومی 21 این پایینه، این بالاست، بیتا HCG میره بالا، استریول میاد پایین و این هیوی بالا میره. اینو بهش میگن کواد. این هم یه تست اسکرینینگ. اگر کواد ابنرمال باشه، کار بعدی دیدن بچه است با آلتراساند و بعد اگه لازم شد امنیوسینتیسیس. امنیوسینتیسیس رو ما از هفته 16 هم به بعد میتونیم بکنیم. با آلتراساند یه قسمتی رو که مایع امنیوتیک داره پیدا میکنیم که دور از بچه باشه و میام اینجا این تیکه رو اومده بزرگ کرده. با سوزن میریم از این مایه میکشیم بیرون. توی این ماده تعدادی از سلولای سطحی بدن بچه هست. اینو میفرستیم آزمایشگاه. اینو چک میکنم. کروموزوم ها رو کشت میدم. یعنی سلول رو کشت میدم. کروموزوم هاش رو جدا میکنم. میچینم و
به صورت کاریوتایپ میبینن که ترکیب کروموزومی بچه چیه. جایی هست که کروموزوم اضافه داشته باشه، کم داشته باشه، کروموزومی شکسته باشه، اینا رو همه رو میتونن ببینن. اون بحثش خیلی جالبه، من خیلی وارد اون نمیخوام براتون بشم. یادتونه که گفتم که بچه ممکنه که رشد کافی نکنه. ما در دوران بارداری میتونیم با اندازه گرفتن فاصله بین استخوان آنه و بالاترین نقطه‌ای که رحم هست با سانتیمتر ببینیم بچه چند هفتشه. ببینید فاصله بین اینجا تا ناف حدود 20 سانتیمتره. این بچه‌ای که داره اینجا اندازه گرفته میشه 20 هفتشه. حالا من تو اسلاید بعدی بهتون نشون میدم. ببینید اینجوریه. درست وقتی به ناف میرسه 20 هفته است. همینجور میره بالا. در 40 هفتگی اینجاست. چرا؟ در 38 هفتگی که اینجاست بعد سر بچه میاد پایین. در نتیجه در 40 هفتگی یه مقدار پایین تره. به میگم فاندال هایت. اندازه میگم. پس از این راه میتونیم حدس بزنیم که اندازه بچه‌مون چقدره. این چارتیه که نشون میده رشد معمولی بچه چقدره در عرض این هفته ها. فاندال هایت با رشد بچه چقدر. این بچه هاییست که بهشون میگن ماکروسامیک، بزرگتر از معموله. اینا هم بچه هایی هستن که کوچکتر از معموله. پس با گذاشتن توی این منحنی میتونیم ببینیم که بچه همون چقدر رشد کرده. و این منحنی ها هست در دوران بارداری رسم میشه، کشیده میشه. با آلتراسان میتونیم بچه رو ببینیم، جزئیات ساختمانیش رو ببینیم و رشد رو شما هم کنترل بکنیم. چطور؟ ببینید اینجا جزئیات ساختمانی بچه رو کامل میبینیم. سر، بدن، صورت، دست و پا و دستگاه تولید مثل. حتی جنسیت بچه رو میتونین تشخیص بدین. به این میگن اناتومیکا سروی با آلتراساند. البته اینجا بند ناف رو به شما نشون میده از رو کیفیت داپلر. کیفیت داپلر میگه یه صدایی که از پلی شما عبور میکنه، وقتی که عبور میکنه فرکانسش بالا پایین تر میاد. یعنی مثلا میگه اینجوری. این فاصله فرکانس رو کامپیوتر اندازه میگیره و این رو به عنوان به صورت موج ضبط میکنه. اونی که به طرف شما میاد آبیه، اونی که از شما دور میشه قرمزه. و این ضربانهایی که در بند ناف هست که از قلب بچه سرچشمه میگیره قشنگ میتونیم ببینیم. و میتونیم مقاومت خون رو، چون حرکت خون رو در اینجا میتونیم پیدا بکنیم در هر کدوم از اینا، میتونیم مقاومت قسمت شریانی بند ناف رو ببینیم و قسمت وریدی رو. و ببینیم اگه مقاومتی هست آیا این جفته که خوب کار نمیکنه یا نه جفت داره کارشو درست میکنه. یادتونه بهتون گفتم یه ناراحتی عصبی پیدا میشه در بچه اونایی که فولیک اسیدشون رو نمیخونن. ببینید اینجا ستون فقرات بچه در اینجا، این وسط مهره کمه، این نخاع میتونه از اینجا بیاد بیرون. حالا یا سطحیه یا تمام نخاع، تمام قسمتی از نخاع میاد بیرون تا این پرده، یا قسمتی نه، اونایی هم که توی بافتای عصبی هستن میان بیرون. به این میگن اسپینا بیفیدا، نورال تیوب دیفکت. این نورال تیوبه که لولهیه که توش بافتای عصبیه، دیفکت داره، اسپینا بیفیدا. این رو امروز ما، من براتون بعدا نشون میدم، ما امروز میتونیم این رو بچه در رحم مادر که هست ترمیمش بکنیم. چرا؟ چون این بچه ها هرچی از دوره بارداریشون بیشتر بگذره احتمال اینکه اختلال راه رفتن پیدا کنن بیشتر. در نتیجه ما به محض تشخیص این میریم فیتال سرجری میکنیم. این رو در داخل رحم مادر میریم روی بچه جراحی میکنیم و این رو میبندیم، درستش میکنیم که بچه آسیب عصبی بهش نرسه و راه رفتنش دچار مشکل نشه.
یا اینکه بعضی بچه ها اصلا سر ندارن، اصلا مخ ندارن. ببینید این جمجمه، این قسمت بالا که مغز توش جا میگیره نی، بین میگن انانسفالی. حالا ما چرا همه این کارا رو میکنیم؟ برای اینکه ببینیم بچه ناهنجار شده یا نه. درسته میگیم ناهنجاری ایجاد نمیکنه ماروانا، ولی به طور کلی 2 تا 4% بچه ها ناهنجاری دارن، و با خصوص اگه مادر از مواد دیگه هم استفاده میکنه احتمال ناهنجاری بالا. و بچه ناهنجار که به دنیا میاد، همون بچه بدبخته هم پدر مادرش. حالا بایو فیزیکال پروفایل یعنی چی؟ بایو فیزیکال پروفایل رو ما از هفته 32، 34 به بعد انجام میدیم. اول میبینیم بچه آیا 3 تا یا بیشتر حرکت عضوی داره یا نه. 3 تا یا بیشتر دست و پاش حرکت میده یا نه. میبینیم آیا دستش که جمع میکنه درست جمع میتونه بکنه، عضلاتش کار میکنن، پاشو میتونه جمع بکنه، یا پای اونجا هست خودش آویزونه. بچه در داخل رحم مادر حرکات تنفسی داره، درست هوا نمیره تو ریش، ولی مایع امنیوتیک میره و میاد بیرون، و اتفاقا این خودش باعث امکان بعضی از آزمایشات میشه که با ما رسیدگی لانگ بچه، ریه بچه، لانگ مچوریتی بچه، رسیدگی کامل شدن ریه بچه رو نشون میده. میتونیم ببینیم مقدار مایع امنیوتیک چقدره. مایع امنیوتیک یک نشانه مستقیم است از تغذیه بچه. بچه هایی که تغذیه خوب دارن مایع امنیوتیک کافی دارن، نمیگم بیش از حد ولی کافی داره. اونی که بیش از حد داره نه اینکه بچه پرخوریه، نه، اون یه بیماری دیگه است. بچه هایی که تغذیهشون در داخل رحم مواد غذایی بهشون به اندازه کافی میرسه مایع امنیوتیک طبیعی دارن. و بعد نان استرس تستینگ تست میکنیم ببینیم ضربان قلب بچه چطوره، که بهتون نشون خواهم داد. ببینید این دوتا رو که پلو هم میذارین بهتون نشون میده که بچه از لحاظ تغذیه چطوره، بچه از لحاظ عصبی چطوره. اینتگریتی سیستم اتوماتیک عصبی بچه چطوره، حالا بهتون نشون میدم، عرض میکنم. مادر میذاریم، 2 تا کمربند هست، این فشار انقباض رحم رو نشون میده، اگر رحم منقبض میشه این فشار رو نشون میده، و اینم ضربان قلب بچه رو میگیره. اینو در موقع عادی در تست میتونیم بکنیم، در زمان زایمان هم این کار را حتما میکنیم وقتی مادری توی لیبر میاد به بیمارستان. ببینید این فیتال هارت ریت تریسینگ، اینم اون کمربند پایینیه، این کمربند بالاییه. اگر انقباضی باشه کمربند بالایی نشون میده، ضربان قلب بچه هم اینجا نشون میده. ضربان طبیعی قلب بچه بین 120 تا 160 و باید تغییرم بکنه. خط صاف علامت خوبی نیست، باید بالا و پایین بره. اینجا بهتون نشون. حالا در حین زایمان هم ما ول نمی کنیم، مانیتورینمون رو ادامه میدیم. ببینید یه موقعی ضربان قلب بچه میفته در حین کانترکشن، این کانترکشن رحمه، اینم ضربان قلب بچه. اگر اینکه نقطه پایین این با نقطه بالای این همزمان باشه بهش میگن تایپ 1 دیسلریشن، بهش میگن دیسلریشن، ضربان قلب میفته، کم میشه. این نشون میده که سر بچه تحت فشاره، داره میاد توی لگن. اگر اینجوری باشه، این با تأخیر بیاد پایین، نشون میده که بچه به اندازه کافی اکسیژن نمیگیره. اینجا باید یه فکر بکنیم، یا اکسیژن کافی به مادر برسونیم، یا پوزیشنش رو عوض بکنیم که اکسیژن کافی به بچه برسه،
و یا اینکه بچه رو دنیا بیاریم. اینجا هر موقع که دلش بخواد میفته ضربان قلب. بهش میگن variable deceleration، این early deceleration، late deceleration، variable deceleration. variable deceleration وقتی اتفاق میفته یعنی بند ناف یه جایی بهش فشار اومده، یا زیر بغل بچه است، یا دور بازوی بچه است، یا اینکه بین بچه و دیواره رحمه. این تا یه اندازهش قابل تحمل و قابل دیده شدن، قابل صبر کردنه. ولی اگر بهتر نشد ما میتونیم کیسه آب رو پاره کنیم، یه لوله بسیار باریکی میبریم توی رحم و مایع دور بچه اضافه میکنیم که این بتونه از اون خفت افتادگی نجات پیدا بکنه. و اگر نشد باید بچه رو دنیا بیاریم، حالا یا با اگه بچه خیلی پایین باشه با وکیوم، بالاتر باشه با سزاریم. تا امروز نتونستن اشکالی در شیر دادن به بچه مادری که ماروانا استفاده میکنه پیدا بکنن. البته تحقیقات هنوز ادامه داره. خب دوستان، هم تو گفتم بدن ما توانایی فوق العاده داره در اینکه محرک ها، استیمولوس ها، تریگر ها رو هندل کنه. مغز ما در اکثریت عظیم ما سالمه، خوبه. سخت افزار، هاردویر که مغز باشه، اون 86 میلی تریلیون یا میلیون بیلیون، بیلیون که همون میلیارد باشه، نوران داریم، سلول داریم و اینا بالای تریلیون کانکشن دارن، سیناپس دارن و همه با هم در تماسن. بخش‌های مختلف مغز دارن با هم کار میکنن و به ما کمک میکنن درست فکر کنیم، درست تصمیم بگیریم. بنابراین استفاده میکنیم از این توانایی خارق‌العاده که در ما هست. تنمون این جام، این کاسه، این دربرگیرنده و جان که روح و روان و ضمیر و نفس و خود خودمون باشه، اصل ما، استفاده میکنیم و نمیذاریم که مسائل روزمره ما رو اذیت کنه. همونطور که همیشه خواهش کردم، سرخط اخبار رو میخواین گوش کنین، بسیار خوبه، ببین نداره، ببینید تو دنیا چی میگذره، سرگرمیه، مطلع میشیم. ولی توی ریز کاری ها و گزارش هایی که این سیاست مدارای دروغگو و مضر برای ما پخش میکنن، خودمون اذیت نمیکنیم. خوشبختانه باهوشیم، میتونیم ببینیم که چه گزارش های و اخباری واقعیتش بیشترش کدومش برای سرگرم کردن ماست و گول زدن همدیگه. سیاست مدار رو گول، همدیگه رو گول میزنن یا عموم رو، توده رو خواب میکنن به اصطلاح. یعنی که وقتمون رو صرف این مسائل ساختگی که میریزن بیرون، میدیا تحویل ما میده، نمی کنیم. به عکس کمک میکنیم به مغزمون. بازی های خیلی خوب ذهنی توی اینترنت هست، یکیش هست به اسم SET، SET، Game Online. پس میزنید SET فاصله Game، بازی، Online. بازی خیلی قشنگی میاد که برای سلولای بنیادی مغز و سیب کشی و بهبود وایرینگ مغز کمک میکنه. این یه بازی خیلی خوبیه. یه بازی دیگه هست که میتونید بگیرین از آمازون یا هر جای دیگه به اسم رامی کوب. مثل همون رامیه که با کارت بازی میکردیم، ولی با بلاک های هست، بسیار تقویت کننده مغز و فکر و آرام کننده هست. پس یکی شد SET، Set، Game Online، یکی هم رامی کیو، یکی دیگه هست به اسم اونو، UNO، اونم خیلی خوبه. مغزمون رو با این چیزا سرگرم کنیم، نه با اخبار سیاسی که ساختگی 99% درست نیست و برای مقاصد خودشون است. برابر این مدیریت میکنیم فکرمون رو، ذهنمون رو، به مغزمون فشار نمیاریم، اذیتش نمیکنیم که ما رو کمک کنه در کشتی گرفتن با ویروس هایی که هر روز میوتیت میکنن، جهش پیدا میکنن و سیستم ایمنی ما رو ضعیف میکنن. ما میخواییم با خوراک خوب، نوشیدن کافی، راه رفتن و خوابیدن خوب کمک کنیم مغز بازسازی بشه، بدن تعمیر بشه، آماده بشه برای روز بعد. ما
موضوعتون باشین. خدا یار و یاور شما باشه. جام و جان با دکتر محمد نواب.